بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين اللهم عجل فرج مولانا صاحب الأصل والزمان جناب سلمان که بنده ترجیح می هم به ایشان سلمان محمدی بگویم خوب البته این سری داره که اگر شد بهش اشاره میکنیم انشاء الله اونطور که در تاریخ آمده ظاهرا زادگاه ایشان خب فارس منطقه بسیار بزرگیه او به اصطلاح زبان هست مردمی که زبانشان فارسی بوده اونطور که در تاریخ آمده ظاهرا زادگاه ایشان اصفهان و منطقه به نام جی ظاهرا اینطور ثبت شده پدرش آدم زمیندار و ملاکی بوده و البته از بزرگان زردشتی ها هم بوده چنان که گفتند خود پدر ایشان آتشکده داشته و خدمت شما را صاحب آتشکده بوده نسبت به عقاید و باورهای زردشتی ها هم خیلی حساس بوده و این فرزندش رو هم خیلی دوست داشته لذا تعبیر اینه که مانند که مردم در او زمان مراقبت از دخترهای خودشان میکرده پدری حضرت سلمان از حضرت سلمان این گونه مراقبت میکرده منتا خدا کشتی اونجا که خواهد برد یک روز پدر سلمان اشتغالات زیادی داشته در امارتی و کاری به جناب سلمان میگوید که برود به مزرعه و کشت و زر و اینا سری بزنه خب این نوجوان قدم میگذاره بیرون از خانه عبورش گذرش میفته از در معبت مسیحی ها اونا در حال دعا و راز و نیاز با خدای از زوجل بوده خیلی به دلش میشه و طوره که تا دم آدم غروب در کنار اونها منشینه وقتی شب برمیگرد منزل پدرش میپرسه رفتی به مزرعه سر زدی میگوید نه به خدا کجا بودی جرایان رو صحبت میکند میگوید سخنان شنیدم خیلی زیبا و دلنشین پدرش متوجه میشد میگوید نه این سخنان بر خلاف آین اجداد و پدران توست میگوید به خدا قسم این سخنان خیلی بهتر از سخنانیه که شما به من گفته پدرش متوجه میشه که جناب سلمان علاقمند به آین مسیحیت شده لذا دیگه اجازه نمیدهد که او از خانه بیرون برود حتی و پای او غل و زنجیر میزند که توسط غل و زنجیر شود این جوانی شیفته ای حقیقت رو نگه دارد. مونتا انسان اگر آتش داشته باشد هیچ کسی نمیتواند صد راه شود ایشان در ارتباط می شود با مسیحیانی که در اون معبد بوده میگوید مرکزیت شما کجاست بیشتر شما در کجا هستید میگویند در شام مرکزیت ما در شامه بعد از اونا میخواهد که اولین کاروانی که آزم شام بود من رو با خبر کنید در جرایان قرار میگیره که کاروان آزم شام هست. به هر ترتیبی بوده همراه این کاروان میشود خودش را در شام میرساند به اون راهب مسیحی که در شام بوده و به او میگوید من میخواهم به وارد آین شما شوم او هم میپذیره مدتی حضرت سلمان با او زندگی میکنه اما حضرت سلمان میبینه نه متاسفانه این آقا گفتار و کردارش یکی نیست مردم را تشویق میکنه به پرداخت صدقات و اینا منتا صدقات را برای خودش گنجینه درست میکنه بدون اینکه به فقرا و نیازمندان برسد از این امر جناب سلمان خیلی ناراحت و خشمگین و غضبناک بوده تا اینکه عجل اون مرد فرا میرسه وقتی که میخوان دفن کنند مسیحیان که جمع میشود جناب سلمان به مردم میفرماید که نه این آدم آدمی درستی نبود و اون نقطه که تلاها و صدقاتی رو که از مردم گرفته بود و برای خودش گنجینه کرده بوده برای مردم نشان میده برای مردم هم ثابت میشه که بله این آقا آدمی درستی نبوده میگن او رو به صلیب بستن و سنگسار کردن به جای او یک عالمی خوب یک شخصیت خوب رو به عنوان بزرگ خودشان انتخاب کردن جناب سلمان او رو خیلی دوست داشت آدمی بود که از هر جهت درست تا اینکه دید بیمار شده و در بستر بیماری افتاده جناب سلمان به او فرمود که میدانی چقدر تو رو دوست دارم و چقدر به تو محبت میکردم حالا ما رو به کسی راهنمایی کو که بعد از تو از او استفاده کنن ایشان هم او رو به راهب دیگری معرفی می کند در منطقه خارج شام جناب سلمان نزد او می آید. درس می آموزد. علم می آموزد معارف الهی زمانی که لحظات مرگ او فرا می رسد از او می خواهد که مرا به کسی دیگری معرفی کن تا همینطور چندین استاد رو می گزراند. اون چی در تورات و انجیل آمده فرا گرفته که از میان اونچه که در تورات و انجیل آمده صفات پیامبر آخر از زمان صلی الله علیه و آله و این که دوران ظهور اون حضرت نزدیکه احساس میکنه که باید خودش رو به اون منطقه برسه که قرار اون آقا هم اونجا مهاجرت کنه آزم حجاز میشود با کاروانی خب مال و دارایی خودم به اونها میبخشه به خاطر که ما رو در این راه همراهی کنید متاسفانه در راه اونا به او ظلم و ستم و جفا میکنن و او رو به بردگی میفروشن به عنوان برده جناب سلمان رو میبرن در شهرها اونتا به هر شهری میرسه میبینه درخت خرما زیاد داره آرزو میکنه کاش این مدینه باشه تا بعد از زرنج ها و زحمت های زیادی و به مدینه منوره میرسه اما به عنوان یک برده یک روز بالای درخته مولایش پایین درخت خرما نشسته میخواهد خرما برای او جمع کنه پسر اموی مولایش میرسه میگه خدا نابود کند قبیله اوس و خزرج را مردی از مکه آمده نامی آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بر زبان جاری میکنه ادعای پیامبری داره این دو قبیله هم هر دو تا دور این مرد رو گرفتن خدا اینا رو نابود کنه تا نام پیامبر رو میشنود چنان شور و شعف بارقه از نور در دلش میدرخشد که نزدیک بود از درخت خرما پایین بیفته روی سر, اربابش سقوط کنه بالاخره با عجله میای پایین چه گفتین؟ کیه این آقا کجاست؟ که اربابش خیلی خش میگه. میشه و سیلی محکمی به صورت او میزنه اما در راه عشق بله در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم نخو. می روید که نشانه های پیامبری را در اون وجود نازنین ببینه مقدار خرمایی که برای خودش جمع کرده می بره در مسجد قبا محضر مبارک آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرضه می شنیدم شما مرد صالحی هستین افراد بی بزاعت همراه شماست این صدقه رو برای شما آوردم آقا به اطرافیان می تناول کنید اما می بینه خود آقا دست نمی زنه. این یک نشانه خوانده بود در تورات و انجیل که پیامبر آخر از زمان خودش از صدقه استفاده نمی چند روز بعد می آقا وارد مدینه شده مقداری خرمای چیزی همراه خودش داشته میاره محضر مبارک آقا من متوجه شدم شما صدقه استفاده نمی این هدیه است می خود آقا هم دست بود استفاده این اشاره کوتاه به زندگی جناب سلمان محمدی سل... سلمان محمدی علیه الرحمت ور. رزوان است اما واقعا سلمان در چند سالگی مسلمان شده دقیق معلوم نیست برای ما اونقدر معلومه که جناب سلمان عمر طولانی داشته اما جایگاه سلمان در نزد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله سلم یک جایگاهی که واقعا باید به او قبطه خورد شما میبین دانید که خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جایگاه خاصی دارند آیه تطهیر در شعن اینها نازل شده در مباهله فقط خاندان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن افراد خاص امیر مؤمنان علی علیه السلام صدیقه طاهره حسن و حسین علیه ما صلوات الله اون چی در شعن اهل بیت پیامبر علیه صلوات الله آمده با عمل پیامبر با سخن پیامبر فهمیده می شود. تطبیقش امیر مؤمنان علی علیه السلام صدیقه طاهره و حسن حسین علیه ما صلوات الله اما خود آقا رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم به اتفاق همه مسلمانان فرمود سلمان و منا احل سلمان از ما اهل بیته این جایگاه که اون بزرگوار در نزد رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم داشته و معروفترین سخنی هم که از آقا رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم در رابطه با جناب سلمان نقل شده همینه سلمان من نا اهل البیت البته روایات در فضیلت ایشان خیلی زیاده خدا قسمت کنه ان از مسیر بغداد سمت مدائن که میروی قدم قدم تابلوها از احادیثی که از زبان دوربار آقا رسول الله صلی الله علیه و آله سلم و جناب ام و امیر مؤمنان علی علیه السلام در فضیلت جناب سلمان در اون مسیر نصب شده که عرض کردم بنده حقیر در توفیقاتی که بود وقتی این احادیث رو مطالعه می کردم این مطلب به ذهنم رسید که دیگه نباید به سلمان فارسی بگوییم شاید راضی به این لقب نباشه چون آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم یک لقب خیلی برتر به او عطا کرده سلمان محمدی اما جایگاه جناب سلمان در نزد امیر مؤمنان علی علیه السلام باید عرض کنیم که بعضی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم ارتباط ویژه با خاندان رسالت داشته مثلا جناب سلمان می نزد صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و علیه و من حتی وقت سلمان چند روز نیامده بود امیر مؤمنان صدیقه طاهره سلام الله علیها به امیر مؤمنان علی فرمودن سلمان کجا هست؟ دلم برای سلمان تنگ شده آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام در کوچه به سلمان برخوردن فرمودن سلمان چرا به دیدن صدیقه ای تاهره نمی ببینید این طولی بوده چنان که بهشت مشتاق سلمان هست صدیقه طاهره تاهره سلام الله علیه هم همینطور علاقه من. سلمان، مقداد، عبازر اینا افراد ویژه هستند. هستن امیر، اما نزد امیر مؤمنان علی, علی علیه السلام همین بحث وقتی میخواست برای ولایت مدائن بیایه آمد از آقا اجازه بگیره آقا فرمود برو بذر محبت ما را در دلهای مردم بکار اونجا که امیر مؤمنان علی علیه السلام با معجزه امامت بیاید اون جنام را غسل دهد و کفن کند و به دست مبارک خودش به خاک بسپارد سلمان چندین سال حاکم مدائن بوده اما چه حکومتی؟ خیلی عجیبه آیا می شود حکم روایان امروز از سلمان درس حکومت بگیرند؟ اولا در دارال اماره نرفت یک خانه بسیار ساده برای خودش داشت مانند ساده ترین مسلمان زندگی میکرد تا اینکه گفتند یک روز بیرون شهر بوده برای سرکچی کنه از اوضاع بیرون شهر یکی از اون آدم های خودخواه و ظالم بار هیزومی داشت تا چشمش به این پیرمرد افتاد پیرمرد بیا این بار هیزوم رو ببر رفت بار هیزوم رو به دوش کشید اما وارد شهر شد دید هر کس میبینه سلام علیکم یا امیر تعجب کرد یک مرتبه متوجه شد این جناب سلمان امیر مدائنه آمد عذر خواهی کنه معذرت خواهی کنه گفت که خب خدا را شکر که دستت به من رسید تا نیستی از دوش حاکم kar bir giri, وای از اون روزی که اگر دستت به یک مظلوم یا غریب و یا یک ضعیفی میرسید که بار خودت رو بر پشت او حمل میکردی زندگی حضرت سلمان چقدر درس بزرگی است گفتن در مدائن سیل آمده بود حضرت سلمان اسباب و اساسیه یه اندکی که داشت به دست گرفت رفت بالای تپه و وقت سیل بیایه چه قوقایی به پا میشه بعد به مردم فرمودن برای آخرت هم سعی کنید این گونه سبک دوش باشین امیدوارم که خدای از وجل و, و یکایی و که ما توفیق عنایت کند که تأسی کنیم به صحابه کبار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و از اینها درس زندگی بگیریم مانند اونها در نزد خدا و رسول خدا و اولیای خدا روسفید سفید باشیم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته